جهت ورود رئیس و آیت محترم قضایی به محکمه لطفاً به احترام والای قضا به پا برخیزید. افغانستان کشوری که همه روز شاهد علو فصل پرونده های جزایی زیاد در ارگان های عدلی و قضایی است که برای بررسی و رسیدگی هرچه بهتر به این قضایا نیازمند افراد مسلکی و مجرب در بخش های قضایی و محاکماتی می باشد. در این قضیه خودم قضاوت پو عبدالرحمت من حیث رئیس جلسه. پانتون کاردان در پلوی آموزش‌های تئوری با برگزاری محاکم‌های تمثیلی زمینه تطبیق آموزش‌های عملی را برای بلند بردن و ارتقای ظرفیت محصلان خیش فراهم می‌نماید. سکونت اصلی ولایت کابل، سکونت فعلی ولسوالی پغمان در مقابل صورت دعوای احمد فردین بختیاری، یکی از استادان رشته حقوق پانتون کاردان در مورد گزینش محصلان برای اشتراک در محاکمه تمثیلی چنین میگوید. دانشگاه کاردان در صدد ازی هست که اگر شاگردان از اینجا فارغ میشوند در حوزه عملی، در محاکم، در سارانوالی و کلیه دفاتر حقوقی از نقطه نظر دانش عملی هیچ گونه مشکل ایجاد نشه و این تدبیر این گونه محاکم یک نقطه خیلی عطف اساسی میتونه در حقیقت یک بافت عقلانی، یک بافت تعریف شده میان آن چیزی که به عنوان دانشی تیوریک و آموخته های آموزشیشون میتونه باشه او رو در سایه عمل و گونه راحت بتونه اعمال کنه. محصلان از برگزاری این چنین محاکم تمثیلی ابراز خوشنودی می نمایند. رانی شیرزه یک از محصلان رشته حقوق پانتون کاردان است که در مورد برگزاری این محاکمه تمثیلی چنین میگوید. وقتی که ما اینجا اجرا میکنیم و در آینده هر وقتی که در هر جایگاه در محاکم قرار بگیریم بسیار خوب و بسیار راحت میتونیم پیش ببریم. دیپارتمنت حقوق پانتون کاردان در کنار آموزش های نظری انوار تلاش بر این دارد برای رشد ظرفیت هرچه بیشتر محصلان قضا و سرانواری زمینه محاکمه های تمثیلی را فراهم نماید تا باشد از این طریق بتواند دانش تیوری را در سایه عمل فراهم نماید. نثار احمد آژیر، محکمه تمثیلی پانتون کاردان، کابل. کاردان، کاروان برگزیدگان.